سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 8 ماه دلو سال 1395 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. آمادگی های حزب اسلامی برای حضور گلبدین حکمتیار در کابل پیش از برداشته شدن تحریم ها بر او. ما ضرورت به ویزه کدام کشور نداریم که در داخل خود ظاهر شد. پذیرفته نشدن فهرست نامزدان ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رهبران حکومت وحدت ملی. انسان‌های پاک خطاب کردن طالبان از سوی ولسوال قلندر ولایت خوست. طالبان تا مسلم دیدیش پیچه سفر یک زوج مسلمان مالیزیایی با دوچرخه و افغانستان. و به تعویق افتادن زمان برگزاری گفتگوهای صلح سوریه. مشهور خبر. گلبدین حکمتیار به زودی و پیش از برداشته شدن تحریم ها بر حزب اسلامی در کابل حضور خواهد یافت. امین کریم نماینده با صلاحیت حزب اسلامی میگوید که آمادگی ها برای حضور یافتن گلبدین حکمتیار رهبر این حزب در کابل گرفته می شوند و این کار پیش از برداشته شدن تحریم های جهانی بر آقای حکمتیار انجام خواهد شد. حزب اسلامی همچنان تلاش طالبان را برای بعد از گرفتن قدرت با زور نامشروع می داند. با گذشت هر روز، مسئله ظاهر شدن گلبدین حکمتیار در کابل پهلوهای تازه به خودش میگیرد. هرچند گزارش ها درباره مخالفت روسیه و فرانسه با برداشتن تحریم های جهانی از حزب اسلامی پخش شدند، اما نماینده با صلاحیت این حزب میگوید که مخالفت پاریس در این باره برطرف شده است. ترتیبات تشریف آوری برادر مجاهد حکمتیار از محلی که در داخل افغانستان فعلا سکونت دارن به کابل در حال گرفتن هستیم و چنانچه ما در اعلامیه رسمی اعلان کردیم، ما ضرورت به ویزه کدام کشور نداریم که در داخل خاک خود ظاهر شد. اما شورای عالی صلح میگوید که رهبر حزب اسلامی پس از برداشته شدن تحریم ها بر این حزب در محضر عام ظاهر خواهد شد. حداقل رفع تعزیرات اعلان کنه و یا یکی حکمتیار بتونه که بیاید و همینطور اما محبوسینه که ترشان اتفاق است اونا رها شوا پیش از آمدن اونا و سوم امو مسئله رهایش و دفتر و میمانخانه است که اونا به لحاظ امنیتی و به لحاظ تاسیسات و تجهیز آماده شده که تا هنوز نشده. اگر حکومت در این مورد جدیت عمل نکند، وعده هایی که گفته شده بود او را عملی نکند و همچنان حزب اسلامی هم به پیوند صلح نپیوندد، بعض مسائل کنار نگذارد، فکر میکنیم که هم اعتماد ملت بالای حکومت به کمتر میشه و بالای نیروی حزب اسلامی. نماینده حزب اسلامی درباره جنگ طالبان در برابر نیروهای امنیتی نیز ناگفته های دارد. کسان در مقامات بسیار بلند نظام از نگاه عقیدتی بسیار نزدیکتر با تفکر طالبانی هستند تا حزب اسلامی افغانستان. مشروع دانستن گرفتن قدرت توسط زور که اعتقاد فکری طالبا هست با برداشت دینی ما در تقابل و تضاد آشکار است. از سوی دیگر حزب اسلامی انتظار دارد که از میان نزدیک به 500 زندانی که فهرست آنان را به حکومت سپرده است تا 100 تن آنان هفته آینده رها خواهند شد. گفتگوی کامل با امین کریم نماینده با صلاحیت حزب اسلامی را پس از خبرهای این ساعت در چلو نیوز ببینید. رهبران حکومت وحدت ملی سه نامزد پیشنهاد شده را برای ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نپذیرفتند، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات 10 روز پیش فهرست نامهای 3 تن را برای گزیده شدن در ریاست دبیرخانه این کمیسیون به حکومت فرستاده. اما یک منبع به تولو نیوز میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی این 3 تن را برای این کار ناتوان گفتند. این منبع میافزاید که آزبون از نامزدان ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را رئیس جمهور و رئیس اجرائیه میگیرند. عابد جوینده گزارش میدهد.
اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات 10 روز پیش امام محمد وریماچ، عضو پیشین کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات، احمد الله ارچیوال رئیس آگاهی عامه این کمیسیون و نیز پوپل حبیبی را به حیث نامزدان برای ریاست دبیرخانه این کمیسیون به حکومت پیشنهاد کردند. یک منبع به تولونیوز میگوید که رهبران حکومت این سه تن را نپذیرفتند. کارهای عدم شفاف کمیسیون مستقل انتخابات بالاخره فرصت مساعد ساخت، یعنی زمین سایز خود کمیسیون ساخت که حکومت در کارهایشان بالاخره به شکل اشکال مداخلات خود انجام بده. ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در این باره اطلاعاتی به دست نمی دهند. اما سخنگوی ریاست اجرایه روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که این ریاست با دوباره گماشته شدن کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات مخالف است. اونایی که به مسئولین گذشته پیوند و رابطه نداشتند و ندارند و صداقت و اهلیتشون بر مردم افغانستان قابل پذیرش و قابل اعتماد است، اونا باید و ریاست دارالانشا معرفی شوند. آیا زمانگیر شدن روند گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات سبب تأخیر بیشتر در برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها نخواهد شد؟ یقینا که څومره دې کار کې ځان راځي انتخاباتو په لارې اچولو کې به، یا د انتخاباتو هغه کوم پیشګیرانه عملیات چې دي د هغو کې هم ځان راځي. کمیسیون انتخابات نمیخواهد در این باره چیزی بگوید. گماشتن یک چهره غیر وابسته و حرفه نخستین گام در کار برگشتاندن اعتماد از دست رفته مردم بر روند انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی دانسته می شد. ولسوال قلندر ولایت خوست طالبان را انسان های بسیار پاک می گوید و می افزاید که دولت در این ولسوالی هیچ حاکمیت ندارد و می افزاید که در تمامی بخش های ولسوالی قلندر طالبان حضور دارند و کارهای این ولسوالی از شهر خوست اداره می شوند. در همین حال اداره ارگان های محل می گوید که ولسوال قلندر خوست زیر پایگرد قرار خواهد گرفت. عبدالحق عمری در این باره گزارش دارد. این دفتر ولسوالی قلندر ولایت خوست است، اما این دفتر در جای اصلی آن نه، بل در شهر خوست قرار دارد. کارهای دولتی ولسوالی قلندر از همین چند کانتینر اداره می شوند. هرچند طالبان حکومت کنونی را دست نشانده خارجان می گوید، اما ولسوال این ولسوالی طالبان را انسانهای بسیار پاک خطاب می کند. التدوی هم ولسوال داری؟ همون زنی که موندنان داری؟ طالبان. طالبان طالبان تا مسلم میدهش پیچلی خالای دی. اما اداره ارگان های محل خطاب شدن طالبان را انسان های پاک از سوی ولسوال قلندر ولایت خوست تأسف بار میگوید. اداره مستقل ارگان های محلی برخورد قانونی میکنن با اونا و اونها را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میکنن. نیروهای پلیس ولسوالی قلندر به جای تامین امنیت این ولسوالی از چند سال به این سو در شهر خوست حضور دارند. دا چدوی په هغه ته اوس نه دي توانې دلته چدوی هلته د قلندر هغه ته لاړ شي ولسوالی مرکز ته لاړ شي. شورای ولایتی خوست نیز تایید میکند که حاکمیت دولتی در ولسوالی قلندر ولایت خوست وجود ندارد. دا منو چې مثلا د قلندر ولسوالی نه مثلا د جنگونو راپور نشته، خو دا علت معلوم ده ځکه چلته د دولت شتون نشته. اما هنگامی که درباره اوضاع امنیتی ولسوالی قلندر از سخنگوی والی خوست پرسیدیم، او چنین میگوید. فکر نکم چې زموږ ولسوال ده خبره کړې وي چې دولتي حاکمیت نشته، ولې د ده هدف دا وي چې فعلاً د قلندر ولسوالۍ په پخواني موقعیت کې د ولسوالۍ اداره شتون نه لري. ولسوالی قلندر ولایت خوست در شمال این ولایت قرار دارد و از شهر خوست 40 کیلومتر فاصله دارد. یک زوج مسلمان مالیزیایی با دوچرخه از مالیزیا تا افغانستان آمده و میخواهد برای ادای حج به عربستان سعودی برود. این زوج که با دو همراه دیگرشان اکنون در کابل هستند میگویند که از بندر حیرتان وارد افغانستان شدند و از بخش های تاریخی بلخ نیز دیدار کردند. آنان میافزایند که این سفر را نزدیک به 10 ماه پیش با هدف به تصویر کشیدن میراث های فرهنگی اسلام آغاز کردند. صمیم فرامرز گزارش میدهد. بیش از 10,000 کیلومتر را با دوچرخه و بس و قطار پیمودند. اکنون به کشور رسیدند که مردم آن روزانه از سوی حراس افغانان تهدید می شوند و حتی مسجدها از طرف شب در پایتخت آن به علتهای امنیتی بسته هستند. در جریان سفرشان از مسجدها، مدرسه های دینی و مکانهای تاریخی اسلامی بازدید می کنند.
هر کسی از هر طرف بالا اومده به عنوان داعش و به عنوان طالب و به عنوان گروه های تکفیری، دین ما هیچ وقت در هیچ وقت و در هیچ زمان و در هیچ مقطع زمانی و مکانی حرکاتی را توجیه کرده نمیتونم. از راه حیرتان وارد افغانستان شدند و از مکانهای تاریخی بلخ دیدار کردند، اما به علت نامنی ها نتوانستند با دوچرخه به کابل بیایند. ما باید دانش اسلامی را به مردم برسانیم تا به این گروه های هراس افغان جذب نشوند. گاب نخست این است که مردم آموزش ببینند تا بدانند چه چیزی درست و چه چیزی اشتباه است. در ماه اپریل سال پیش میلادی، مالیزیا را به مقصد رسیدن به مکه مکرمه و ادای حج خانه کعبه ترک کردند. مأموریت ما این است که شباهت ها میان مسلمانان را بیابیم. برای ما تفاوت ها میان مسلمانان مهم نیست. اما در راه گواه تفاوت ها میان مسلمانان نیز بودند. به عنوان مسلمان مالیزیایی، ما زنان می توانیم به مسجد برویم، به هر جای دیگر می توانیم برویم. ما در سفر من دیدیم که در برخی از کشورها شرایط برای زنان بسیار دشوار است. وقت جایی می روند باید نگهبان داشته باشند، باید کسی همراهیشان کند. احمد، نورادله و دو همراه دیگرشان منتظر دریافت ویزه های ایران هستند. آنان می خواهند با دوچرخه از هرات وارد ایران شوند و سپس به مکه بروند. آنان از مالیزیا به تایلند، میانمار، نیپال، هند، پاکستان، چین، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و افغانستان سفر کردند. یک سرباز امنیت ملی در ولایت فراه که یک فرمانده محلی طالبان و یک قاضی دادگاه صحرایی این گروه را گلوله باران کرده است، از حکومت می‌خواهد تا امنیت خودش و خانواده اش را تامین کند. این سرباز امنیت ملی هنگامی که یک قاضی دادگاه صحرایی طالبان در ولسوالی قلعه کاه می‌خواست حکم کشتنش را صادر کند، جنگ افزار یک فرمانده محلی طالبان را گرفت و این فرمانده و این قاضی را از پا درآورد. این سرباز می‌گوید که طالبان خانه اش را در ولسوالی قلعه کاه ویران کردند. جاوید زیارت جاهی گزارش می دهد. این سرباز هنگامی که برای سپری کردن رخصتی هایش به خانه رفته بود، طالبان او را شبانگاه از خانه بیرون کشیدند و فردایش او را برای محاکمه به دادگاه صحرایی‌شان بردند. اما قاضی این دادگاه حکم گلوله باران شدنش را صادر کرد و دستور داد او را در برابر دروازه یک مسجد در ولسوالی قلعه‌کاه در برابر چشم باشندگان این ولسوالی گلوله باران کند. به می اصلا که پای مروا که با دستا مروا که خب ما با فاصله کم با طرف بغل زی نشسته بوده. دیگه بعد از او امی سلا را گرفتیم، عقب رفتیم، به می اولات که عقب رفتیم و مرمیر تیر کردی و روی خورگشتوندی. خلاصه می اول ولسوال زدی، بعد قاضی حرکت کرد، دوم مزی قاضی زدی، اما دیگه افراد از اینا که بو اونا فرار کرد داخل مسجد چی در وری خوب است. این دادگاه طالبان در فراه حکم کشتن ده ها نیروی امنیتی را پیش از این نیز صادر کرده بود. ولسوال بلال گفت ما 110 نفر در ولسوالی قلعه‌کاه گفت ما کشته. در همین حال شمار از نیروهای امنیتی میگویند که آنان با انگیزه بسیار برای دفاع از کشور و تامین امنیت تلاش میکنند. سربازای دلیری که قهرمانی از خود نشان داده ولی دولت برایشان کار نکرده. من تمام رهبرا میخوام با کوشش زیاد توجهشون بینا بکنم. پس از آن که خانواده این سرباز از این ولسوالی فرار کردند، طالبان خانهش را انفجار دادند و بر شمار از نزدیکانش حمله کردند. این سرباز از حکومت می خواهد که امنیت او و خانوادهش را تامین کند. در بیش پنجم، رمان تازه محمد اعظم رهنورد زریاب، نویسنده شناخته شده کشور، امروز در کابل رونمایی شد. این رمان در 207 برگ سوی نشر زریاب چاپ شده. ناشر کتاب در بیش پنجم این رمان را متفاوت و شگفتی انگیز می گوید. نبیله اشرفی گزارش می دهد. رهنورد زریاب، نویسنده پر آوازه کشور، در برنامه‌ای که برای رونمایی و امضای رمان تازه‌اش به نام درویش پنجم برگزار شده است، وضعیت کنونی فرهنگی را در کشور انتقاد می‌کند. دولت مردانی که قدرت دولتی را در دست دارند، هیچ توجه به فرهنگ کشور ندارند و هیچ ارزش به فرهنگ کشور قائل نیستند. ناشر رمان درویش پنجم این رمان را متفاوت و شگفتی انگیز می داند.
در واقع نقد و حلاجی آنچه سرمایه‌داری و کاپیتالیسم لجام گسیخته است که ما امروز در جامعه خود شاهد هستیم. رهنورد زریاب با 50 سال کارنامه ادبی و فرهنگی از بزرگترین نویسندگان افغانستان به ویژه در عرصه داستان‌های کوتاه است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. گفتگوهای صلح سوریه به تعویق افتادند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با نمایندگان گروه‌های سیاسی و مخالف حکومت سوریه میگوید که این گفتگوها تا حدود یک ماه دیگر به تعویق افتادند. با این حال آقای لاروف و مخالفان حکومت بشار الاسد نشست آستانه را پردستاورد می‌دارند. از سوی هم سازمان ملل متحد گفته حکومت سوریه مانع رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به نیازمندان در این کشور شده. نمایندگان شماری از گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد در شهر مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این دیدار از به تعویق افتادن گفتگوهای آینده صلح در شهر ژنو سوئیس خبر می‌دهد و از تأخیر سازمان ملل متحد برای آغاز این گفتگوها انتقاد می‌کند. نشست آستانه سبب شد که همکاران ما در سازمان ملل متحد تلاش‌هایشان را برای برگزاری گفتگوهای بین‌المللی در ژنو افزایش دهند. هرچند این گفتگوها از 8 فوریه به آخر این ماه به تعویق افتاده‌اند. با این همه مخالفان سیاسی بشار الاسد نشست آستانه را پردستاورد می‌دانند و به نشست بعدی که قرار است در شهر ژنو برگزار شود نیز خوشبین هستند. برای آن که نشست ژنو موفقانه باشد، به گفتگوهای رودرو نیاز است. برای این گفتگوها مخالفان حکومت سوریه باید یک هیئت تشکیل دهند که هیچ کس در آن برتری نداشته باشد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که با وجود برقراری آتش بس، حکومت سوریه هنوز هم از رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به بخش‌های زیر محاصره این کشور جلوگیری می‌کند. و این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. اداره تنظیم امور رسانه‌های پاکستان کار رسانه‌ای عامر لیاقت حسین، یکی از مشهورترین مجری‌های تلویزیونی این کشور را ممنوع قرار داده است. او در یکی از برنامه‌هایش 5 فعال پاکستانی را به توهین به اسلام متهم ساخت. چند پیش و پس از رد کمک‌های پاکستان از سوی رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا، لیاقت حسین بر ضد رئیس جمهور غنی نیز سخن گفته بود. پلیس اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خانه‌اش درباره اتهام‌های فساد مالی بازجویی کرد. این چندمین بار است که پلیس اسرائیل درباره روابط نتانیاهو با رسانه‌ها، شرکت‌های بزرگ تجارتی و سینمای هالیوود بازجویی می‌کند و این تصور را به وجود می‌آورد که شاید او از مقامش برکنار شود. در یک رویداد ترافیکی در کرانه غربی رود اردن دو اسرائیلی کشته شدند و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. این رویداد هنگامی رخ داد که یک موتر بس از یک صخره 400 متر به پایین سقوط کرد. بعد از خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. ادامه خبرها. با تکمیل شدن کار ساخت دهلیز شمال جنوب با کمک بانک توسعه آسیایی، ولایت‌های مرکزی کشور از انحصار جغرافیایی بیرون خواهند شد. سخنگوی وزارت فواید عامه با ابراز این مطلب میگوید که با تکمیل شدن کار بخش دوم این پروژه از ولسوالی دره‌صوف سمنگان تا ولسوالی یکاولنگ بامیان، کار ساخت بخش سوم دهلیز شمال جنوب از یکاولنگ بامیان تا کندهار آغاز خواهد شد. از سوی هم شمار از آگاهان با توجه به اهمیت این پروژه بزرگ از حکومت می‌خواهند که کار ساخت این جاده را به یک شرکت واجد شرایط واگذار کند. ذبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. درازی دهلیز شمال جنوب کشور که از ولایت بلخ آغاز و به ولایت کندهار میرسد 825 کیلومتر است. تا کنون بخش نخست این جاده از ولایت بلخ تا دره صوف سمنگان با درازی 145 کیلومتر و هزینه 100 میلیون دلار ساخته شده است.
و ساخت بخش دوم این جاده از دره سوف تا یکاولنگ بامیان با درازی بیش از 170 کیلومتر و هزینه 204 میلیون دلار به یک شرکت چینی واگذار شده است. سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید که بررسی های فنی برای آغاز کار 550 کیلومتر دیگری این جاده نیز با کمک بانک توسعه آسیا آغاز شده است که با تمام شدن این بررسی ها هزینه ساخت بخش سوم این جاده نیز مشخص و کار عملی آن تا ولایت کندهار آغاز خواهند شد. بودجهش مشکلات نداریم چون بانک انکشاف آسیایی متحد است که دهلیز شمال به جنوب افغانستان را بسازد. بخش اول، بخش دو و بخش سهش هم دونر ما بانک انکشاف آسیایی است که دونر بانک انکشاف آسیایی بزرگترین دونر وزارت فایده ما میباشد که حدوداً 60-70% بودجه ما را بانک انکشاف آسیایی تامین میکند. از سوی هم شماره از آگاهان بخش جاده‌سازی با در نظر داشت اهمیت ترانزیتی و اقتصادی دهلیز شمال جنوب کشور از حکومت می‌خواهند که از کار ساخت این جاده نظارت جدی کند. این بار باید با دقت بسیار زیاد این شرکت پیمانکار انتخاب شده باشد تا ای که موضوع از این سرک هم مانند سرک قیصار المار به شکل مواجه نشه که از نقطه نظر پیمانکارا با ناکامی مواجه شده بود و یه هم به او سرنوشت سرچار نشه. در این حال سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید که ساخته شدن دهلیز شمال جنوب گذشته از اهمیت اقتصادی و ترانزیتی به ولایت های مرکزی اینجا ده از اهمیت منطقه‌ای برخوردار است. مرور بر تازه های ورزش بعدتر. مجیب جمالی مدافع تیم ملی فوتبال کشور با تیم دیچچ تودزی لیگ برتر مونتنگرو پیوست. این تیم در لیگ برتر مونتنگرو در جایگاه سوم قرار دارد و احتمال دارد این تیم با نتایج خوب راهی لیگ اروپا شود. این در حال است که پس از درخشش فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان و لیگ‌های تایلند، بلغاریا و هلند توجه سران باشگاه‌های برتر ایران را نیز به خود جلب کرد و اکنون گفته می‌شود که تیم پیکان ایران با هافبک چپ‌پای 26 ساله کشور به موافقه رسیده است و قرار است به زودی به این تیم ایرانی بپیوندد. بارسلونا با پیروزی 5-2 مقابل رئال سوسیداد و برتری 6-2 در مجموعه دو دیدار راهی مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کوپا دل ری شد. شاگردان لوئیس انریکه که در دیدار رفت با یک گل در خانه سوسیداد به پیروزی رسیده بودند، در دیدار امشب هم کاملا برتر از حریف بودند و در نهایت توانستند با یک پیروزی پرگل به برتری برسند. منچستر یونایتد در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه مقابل هال سیتی با نتیجه 2-1 شکست خورد، اما با برتری 3-2 در مجموعه دو دیدار راهی مرحله بعد شد. شاگردان ژوزه مورینیو که در دیدار رفت با نتیجه 2-0 هال سیتی را شکست داده بودند، در دیدار امشب مقابل هال سیتی حسابی به دردسر افتادند، اما در نهایت توانستند بر لطف گل سرنوشت ساز پاول پوگبا راهی مرحله بعد شوند. ملی پوشان استرالیا در پنجمین دیدار یک روزه توانست تیم پاکستان را با تفاوت 56 دوه شکست بدهد و در مجموعه 5 دیدار یک روزه با نتیجه 4-1 توانست پاکستان را شکست دهد. در پایان این دیدار دیوید وارنر با انجام دادن 179 دوش به سود تیم خود توانست لقب بهترین بازیکن میدان را به دست بیاورد. برای آگاه شدن از تازه ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 456 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.